یکی از مهمترین منابع پروتئین در مواد غذایی کینواست که به خاویار گیاهی معروفه. امروز تو این ویدیو میخوام یه سالاد کینوا درست کنم و به الیف دوست عزیزمون میخوام این سالاد گیاهی رو آموزش بدم که توی رژیم غذایش استفاده کنه. به جای اینکه گوشتی که مصرف نمیکنه میتونه از پروتئین کینوا استفاده بکنه. اقلیتلرین içinde protein değeri en yüksek olan kinoa ilk defa deneyeceğim. تا حالا کینوا رو تست نکرده، به خاطر همین اسمش هم نمیتونه تلفظ بکنه. حالا توی این سالاد کینوایی که میخوام درست بکنم میخوام ببینم ریاکشنش چیه. بیرون ببینیم نظرش چیه. نصر اومش حالا دوام هنوز ادامه میده. بعد نظرشو بگه. kesinlikle beğendim. Evet güzel. Beğendin değil mi? این هم از سالاد کینوای خوشمزه ما تست کرد، خوشش اومد. و اینکه چیزی که هستش اینه که توی این سالاد محدودیتی ندارین، بستگی داره توی یخچالتون هر چیزی که داشته باشین میتونین خورد کنین، قاطی کنین و با کینوا مخلوط کنین و نوش جونتون بکنین. و اینکه قرار شد این سالاد کینوا رو توی رژیم غذاییش بگنجونه. اگه یادتون باشه یه ویدیویی هم در رابطه با نخوردن گوشت ازش گرفته بودم، لینکش رو این بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو هم ببینین. و اگه این ویدیو رو هم دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین و یادتون نره کانالمو سابسکرایب کنین.